با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی، زنان و مردان ایران زمین، دختران و پسران کوشنده به جان، دلاورانی که برای آزادی میهن و زندگی بهتر خودشون کماکان دست از تلاش بر نمی دارند و هر هفته با فضای عجیب غریبی که رژیم اسلامی در ایران ایجاد کرده میبینیم که این نیروها، این کارگران، این زحمتکشان، این مزدبگیران، افراد شاخص از بین معلمان، مالباختگان و سهامباختگان هم پیدا میشند و به تدریج هر چقدر که رژیم اسلامی میخواد جامعه رو در سکوت فرو ببره، در مقابل میبینیم که نیروهای جدیدی سربلند میکنند، قهرمانان جدیدی سربلند میکنند و عملا تلاش هایی که رژیم کرده در طی این 40 سال، 42 سال که جامعه ایران رو ایران زدایی بکنه و از هنر ایران، فرهنگ ایران، مقاومت ایران، آزادی خواهی ایرانیان، دگر باش بودن و دگر اندیش بودن مردم ایران به هر ترتیبی جلوگیری بکنه، عملا میبینیم که روند اتفاقات به طرفی رفت که بیش از 85% زیر 40 ساله های ایران نه فقط که رژیم اسلامی که دین و مذهب اینها رو هم قبول ندارند و این آماری است که مؤسسه های مثل گالوب و جمع آوری آمار میدانی خود مردم از همدیگر و هواداران در بین قشت، فامیل و مردمی که با هم دیگه گفتگو دارن، دانشجوها به خصوص استادای دانشگاه که وضعیت زندگی همه اونها رو به خرابی گذاشته به دست آمده. این هفته ای که گذشت هفته بسیار پرخبر، پر سر و صدا و پر ماجرایی بود که میشه بگیم یکی از حلقه های مرکزی این اخبار و مبارزات در گذشت خسرو آواز ایران، زنده‌یاد شجریان، نه فقط به عنوان یک آوازخوان، نه فقط به عنوان یک هنرمند، بلکه به نوعی به عنوان یک رهبر اجتماعی که هر جایی که به زنگاهی بود که مردم ایران در مقابل این رژیم درگیر بودند، در دفاع از فرهنگ، هنر، موسیقی، صدای زنان، آواز زنان ایران، حقوق بشری مردم ایران و هر جایی به هر شکلی که بود خودش رو نشون داد و در موضع خس و خاشاک ایران، وقتی که احمدی نژاد مردم و معترضین رو خس و خاشاک نامید، گفت من صدای اون خس و خاشاک هستم. وقتی که رژیم اسلامی اجازه نمیداد که زنان بخوانند و هنوز هم نمیدهد، گفت این گویا که یکی از سیمهای تار و یا ستار و یا دوتار کم شده باشه. تاری که 4 سیم دارد مثل صدای آواز ماست که وقتی صدای زنان نباشد، یکی از صداهای اصلی، یکی از سیمهای این تار وجود ندارد. جایی که به مبارزات خیابانی و میدانی کشید، ایستاد و در مقابل رژیم فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داد و از موضع مردم دفاع کرد، صدا و سیمای رژیم رو تحریم کرد و نخواست که صدا و موسیقی او مورد سوء استفاده قرار بگیره. انگامی که سرود ایران رو خونده بود و رژیم از اون سوء استفاده می کرد، گفت تران سرودهای مرا پخش نکنید از صدا و سیمای حکومتی. ایران ای سرای امید، ترانه زیبای اون رو هم ابتهاش سروده بود. تا دم آخر که حتی به نظر میرسه حتی بیماری سرطانی که به ایشون چه بگیم، بگیم سرطانو دادن، سرطانیش کردن، سرطانی شد، وقتی که جنتی ها و خامنی ها و نوری همدانی ها و
صافی گلپایگانی ها و این هیولاهای مفخور همین جوری به این حیات ننگین خودشون ادامه میدند، ما این عزیزان با ارزش رو با انواع و اقسام بیماری های عجیب و غریب از دست میدیم. به هر حال حتی بیماری و مرگ ایشون رژیم رو ترسوند و رژیم در هفته گذشته در همین حالت آماده باش، سرقت رژیم شجریان از خانوادهش، انتقال جسد از معلوم نیست بیمارستان به بهشت زهرا یا دوباره به جای دیگر و ادعای اینکه نماز بر جسد ایشون بخونند که ایشون اصلا نماز و آیین اسلام رو قبول نداشت و در مصاحبه‌ای که با صدای آمریکا هم سالها پیش کرده بود این رو بیان کرد و گفت که اینها مخالف هر صدای دیگه هستن، صدا و فرهنگ و هنر 2500 سال پیش ما رو حتی باش مخالفن و هر صدایی که توجه مردم رو به خودش جلب کنه رژیم اسلامی با اون مخالف است. از هنگامی که استاد شجریان خبر در گذشتش منتشر شد، جلوی بیمارستان جمع و در خیابان جمع در یکی از فرعی های خیابان تخت طاووس که بعدها رژیم اسلامی اسمشو به مطهری تغییر داد، هزاران ایرانی فراهم آمدند کنار هم و سرودها و ترانه های زیبایی که شجریان از روی اشعار دلانگیز حافظ و دیگر شاعران آزادی خواه ایران خوانده بود، مثل عارف قزوینی، مثل مرغ سحر و دیگر ترانه سرایان درجه یک ایران که شعر و ترانه های آنها اغلب آزادی خواهانه و اغلب فیلسوفانه و عمق داشت، صدای این مردم شد. این مردم نه در جستجوی صلوات بودند و نه الله اکبر و نه فاتح خانی که آوازخانی ایرانی، آزادی خواهی ایرانی رو سرود و ترانه های خودشون کردند. و همونجا هم با دخالت های نابجای رژیمی ها طبق معمول این ایستادگی و این آوازخوانی و این سرودخوانی دست جمعی تبدیل شد به یک جنبش ضد رژیم و رژیم به مردم حمله کرد و مردم شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، و شجر هرگز نمیرد، خامنه ای بمیرد و امثال اینها تبدیل شد به شعار مردم و مردم با این شعارها در خیابانهای تخت طاووس، عباس آباد، خیابانهای بین اونها تظاهرات خودشون رو دامن زدند که رژیم جسد استاد شجریان رو نرو باید، که البته با آمدن همایون به اونجا، همایون شجریان فرزند هنرمند ایشون، و به نوعی که سعی کرد آرامشی بدهد و بگوید که عملا توی صحبتش معلوم شد که اصلا اختیار جسد آقای شجریان به دست او و خانواده نیست، هرچند که سعی میکرد بگوید هست و گفت در تهران تشییع جنازه نخواهیم داشت، در شاید فردا صبحش بهشت زهرا نمازی خوانده بشود و بعد از اونجا جسد رو ببرند به فرودگاه که فرودگاه هم نزدیک بهشت زهرا هست و از اونجا جسد آقای شجریان رو، اندام ایشون رو منتقل کنند به مشهد که طبق خواسته خود آقای شجریان ایشون رو در درگاه فردوسی بزرگ، کسی که زبان پارسی، آیین پارسی، اندیشه پارسی، اندیشه ایرانی و جهانگرایی ایرانی رو زنده کرد، و خود آقای شجریان در جایی بود مصاحبهش میگوید که من هم
آواز ایرانی، ترانه ایرانی و صدا و موسیقی ایرانی رو تا جایی که بتونم میخوام زنده نگه دارم در این هجوم دوباره اعراب و اسلامیستا به ایران. پس من رو در درگاه فردوسی، در طوس، در مشهد اگر که میشه خانواده من دفن کنم و اگر نشد در جایی دوردست که حتی معلوم نباشه این جسد مالکی هست در گوداری 2 متری من رو بیاندازید، یک درخت در بالا و یک درخت در پایین دست بکارید که از لاشه من تغذیه بکنه و سایه ساری بشه بر عبور کنندگان و اگر گلی داشت برای خوشایند چشم بینندگان و چه بسا میوه‌ای که یک رهگذری از خوردن اون گرسنگیش رفع بشه و یک نیازی رو برآورده بکنه. این چنین شجریان واقع‌گرا، هستی‌گرا، انسان‌گرا و زندگراست و حتی می‌خواهد اندامش برای زندگان همونطور که اشعارش، ترانه‌هایش، وجودش برای زندگان با ارزش بود و راهگشا. به هر حال رژیم حتی از اندام چنین دلاوران بزرگ ایران زمین که چکیده تاریخ ایران، چکیده هنر و فرهنگ ایران هستند میترسد و کار رو به درگیری کشاندند. تظاهرات تا پاسی از نیمه شب در تهران ادامه داشت. در شیراز هزاران هزار ایرانی گرد آمدند، ترانه مرغ سحر خواندند، شمع روشن کردند، به حافظیه رفتند، در اطراف حافظیه جمع شدند و شب و روزی پر تنش برای رژیم آفریدن. جایی هوشنگ ابتهاج که به هر حال یکی از شاعران بی‌نظیر ایرانی، یک غزل سرای بی‌نظیر و به قول شجریان و برخی از هنرمندان حافظ معاصر و امروز ایران است، در مصاحبهش که در تلگرام ها، اینستاگرام ها پخش شد میگوید اگر حافظ اگر زنده بود شجریان را غرق در بوسه میکرد. ما نمونه های از همه این گفتگوهایی که میکنیم رو در سایت خبرگر هم قرار دادیم، امید که هممیهنان ببینن. به هر حال رژیم که دیگه حتی جسد رو به خانواده آقای شجریان نمیده و همایون رو به صفحه اولی فرستاده که به نوعی از وجود همایون سوء استفاده کنند تا کنترل بکنند این درگذشت یک آدم استثنایی رو که تمام زندگیش در مقابل ستم، دیکتاتوری و اسلامگرایی و تهجر و عقب ماندگی و ارتجاع بود، ایشون رو به نوعی مصادره کردند و وقتی هم فرداش به مشهد بردند، بازم در مشهد از صبح زود که مردم آمده بودند در منطقه طوس، طوس فردوسی بزرگ، و در تهران هم که گروهی آمده بودند به بهشت زهرا به بهانه آن نمازخوانی بر اندام و جسم ایجان شده ای استاد شجریان، چرا که روح، ترانه، صدا، آواز، حضور، مصاحبه ها زندگی شجریان ادامه دارد. اون فقط جسم و اندامش بود که رژیم تونسته بود مصادره کنه تا بر اون نماز بخوانند. مورد تایید شجریان هرگز نه نماز اینها و نه دیگر آیین‌هایشون بود. هم مشهد و هم تهران دوباره تبدیل به مرکز خبر، حضور، تجمع، هیاهو، درگیری شد و همخوانی با شجریان مرغ سحر بین میلیون‌ها ایرانی در جاهای مختلف تبدیل شد به یک سرود ملی جدید. دوباره مرغ سحر، مجموعه این اخبار و اینکه در مشهد هم مردم رو پشت توری ها و سیمی ها قرار دادن و انگار در قفس قرار دادن و همه بی خبر از اینکه چه بر سر اندام استاد آمده است و این جسدی که در خراسان بردم که دفن بکنن چه بود و چه هست و چه شد، همینجور در حالهی در ابهام باقی ما. این شرح
اتفاق عجیبی است که تا همین الان هم بازتاب ها و ادامه و دلچرکینی ها و ناراحتی های مردم و کسانی که به این مراکز رفتند، جلوی بیمارستان جمع، به بهشت زهرا، به فردوسی و طوس مشهد و کسانی که در خیابان ها، در شیراز، در حافظیه، در شهرهای مختلف گرد همایی گذاشتند و به یاد شجریان بزرگ مراسمی برقرار شد و همینطور می شود و خواهد شد، یک دلچرکینی جدید و یک تنفر جدید از رژیم اسلامی پیدا کردند که حتی اونها رو با خوانندشون، با هنرمندشون، با آوازخوان و با عزیزشون باز هم تنها رژیم نمیگذاره و جسد رو مصادره میکنه، مراسم رو مصادره میکنه. و این مصادره ایران و فرهنگ ایران و نابودی ایران توسط رژیم ادامه داره، چه بسا که در همین روزها در رابطه با استاد شجریان باز هم اخبار جدیدی رو ما بشنویم. در این هفته خبر مهم دیگه این بوده است که بانک‌های جمهوری اسلامی، 18 بانک باقی مونده خامنه‌ای هم رفتن در لیست تحریم‌های بین‌المللی برای اینکه جلوی قاچاق و پولشویی و خرابکاری‌های دیگه رژیم رو هم بگیرن. و فشار بیشتری به رژیم اومده و قیمت دلار که از 30,000 تومان حتی تا من جاهایی میشنوم اخبار تایید نشده تا 40,000 تومان هم خرید و فروش شده و اصلا به فروش نمیرسه و دلارهای تقلبی خود رژیم چاپ کرده که با انتشار دلار تقلبی در بازار دلار دست ببره. و به هر حال همه اینها در کنار همدیگه نشون میده که وضعیت رژیم خیلی خیلی در هم ریخته و گرفتاری هست و رژیم واقعا دست و پا داره میزنه تا بتونه خودش رو از این وضع نجات بده، که البته با این حماقتایی که میکنه بدنه مردمی خودش هم که از بین برده، عملا به نظر میرسه که نمیتونه برای مشکلاتی که امروز به وجود اومده فائق بیاد و هر روز عمیق‌تر داره فرو میره. و به هر حال این کارگران و مزدبگیران و فرودستان ایران زمین هستن که تکلیف نهایی رو روشن خواهند کرد. این تحریم‌های سنگین که رژیم رو با انواع و اقسام درگیری‌ها روبرو کرده، رژیم رو به نظر من به چالش نهایی هر روز داره نزدیک‌تر می‌کنه. و این چالش نهایی، چالش این هست که این رژیم بماند یا نماند. و این الان بیشترش، قدرتش، حرکتش در دست خود ما مردم ایران و اتحادگرایی ما و تشکیل قدرت ما در یک پیمان نوین و یک حرکت نوین به شکل سراسری که همه براندازان، همه آزادی خواهان، دموکراسی خواهان با همدیگر کنار بیان و در براندازی رژیم و استقرار یک حکومت دموکراتیک انسانگرا و حفظ همه ایران همکاری بکنن. به هر حال این اتفاقاتی است که داره میفته و هر روز که این اتفاقات میفته میبینیم که دامنه پشتیبانان رژیم و که نیروهایی هم که در سطح جهان و داخل هم از رژیم پشتیبانی میکردن هی داره کمتر و کمتر میشه و عملا رژیم رو دستخوش بحران سرنگونی کرده. علاوه بر بحران‌های قبلی، بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، امروز دیگه رژیم اسلامی با بحران سرنگونی روبرو است. یعنی این فرایند تحریم‌ها رژیم رو می‌بینیم تو به جای بحران اقتصادی داخلی هم به لحاظ تبادل پول خودش با خودش حتی کشونده. و به همین دلیل ما می‌بینیم که اعتراضات گسترده تری رو پیش رو خواهیم داشت، چرا که وضع اقتصاد به جای رسیده که حتی مردم نون ندارن، آب ندارن که باهاش زندگی کنن، هیچ چیزی برای مردم باقی نمونده. عملا با این شرایط خب مردم میخوان چیکار بکنن؟ و اینها اون بحثایی است که ما باهاش درگیریم در به اصطلاح ایران، که خبرهایی میرسه که در خود ایران الان اکثریت موزبگیران و کارگران
پولی که دارن میگیرن تبدیل شده به کاغذ باطله، چون که مثلا اگر اینا 7 9 8 ماه پیش 2 میلیون تومان رو به عنوان حداقل دستمزد مشخص کرده بودن، اون 2 میلیون تومان به اصطلاح زیر خط فقر نزدیک به 10 میلیون تومانی بود. الان خط فقر رفته زیر تقریبا 15 میلیون تومان در ماه، و اون 2 میلیون تومان و 3 میلیون تومان و 1.5 میلیون تومان، یعنی 1/15، 1/13، 1/10، 1/12 زیر خط فقر. یعنی که با این پول کاری نمیشه دیگه بکنی، هم اجاره خونه بدی، هم پول آب و برق بدی، از این ور بخوای مواد غذایی بخری. ایمن هم که کرونا رو رژیم دامن زده، مجبورن بخشی از جامعه لوازم نم ضد عفونی و ماسک و اینها رو بگیرن. از اون طرف هشدار خود کرونا مثلا نانآوران خانواده رو داره میگیره، اقتصاد خانواده با از بین رفتن هر یک نان آورش متلاشی میشه. همه اینا دست به هم داده و واقعا یک شرایط وحشتناک قحطی و نابسامانی کامل رو دامن زده. و از اون طرف هم عوامل رژیم که کالاهایی که در ایران الان به خاطر که دلار 30-40 هزار تومانی شده قیمت وحشتناکی پیدا کرده، کالاها رو میبرن تو مرز عراق، تو مرز نمیدونم افغانستان، حتی توی آذربایجان که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان رو بی خود بی جد را انداختن بفروشن، و عملا مواد غذایی هم از دسترس مردم همینطور داره خارج میشه. نان داره وحشتناک میشه. در ارومیه چند روز نونواها نون نمیتونستن بپزن، آرد نداشتن، میگفتن قیمت آرد رو بایستی به اصطلاح تنظیم بکنین، قیمت فروش نون رو تنظیم کنین. رژیم هم از اون ور نمیخواد نون رو به ظاهر لااقل گرون بکنه. و از این طرف اینها همش انباشته داره میشه و این شرایط وحشتناک داخلی کشور همه رو داره با هم غرق میکنه. و واقعا چی از ایران میخواد باقی بمونه ما نمیدونیم. همینطور که میبینید فروش کالاهای ایرانی توسط، یعنی مواد غذایی به خصوص، توسط عوامل خود رژیم، ما دلالها و کسایی که میتونن در استانهای مرزی با عراق، با افغانستان، حتی در آذربایجان و برخی دیگر از استانها داره عملا تمام مواد غذایی رو از ایران به خارج از ایران به دلیل این قیمت وحشتناک حتی آرد و نان به اصطلاح وارد میکنه، و مردم کم کم وارد قحطی نان میشن. و این قیمت نان رو رژیم میخواست بالا نبره، و چون میخواد بالا نبره از اون طرف هم قیمت آرد رو بالا میبره. این و نونوایی ها دارن ضرر میکنن، عملا نون نمیپزن. و تو ارومیه این مشاهده شد، به جایی که چند روز نون نمیفروختن، نون رو گرد کردن که از وزنش کم کنن، یه درگیری جدید درست کرده. و این شرایط نشون میده ما به طرف یک بحران وحشتناک حتی قضایی و قحطی داریم تو کشور پیش میریم، و چی بر سر مردم میخواد بیاد اگر که نجنبند و این رژیم رو زیر فشار قرار ندند و برکنارش نکنند، چه خواهد شد؟ هست قیام هایی، هست خانم نرگس محمدی که همین چند روز پیش از زندان آمد بیرون، به محض بیرون آمدن سرود مرغ سحر رو میخونه که سرود اعتراضی ایرانی است برای آقای شجریان. و خانواده‌هایی که بر گور نوید افکاری رفتند سرود یار دبستانی رو میخونند در روستای سنگر شیراز. و این طور اعتراضات پراکنده و گاه سراسری در همدیگه داره گره میخوره، و با نارضایتی وحشتناک مردم رو به طرف یک انقلاب سراسری به پیش خواهد برد نهایتاً. امیدواریم که در هفته آینده مردم ایران با همون شعارهای اتحاد و مبارزه برای رسیدن به پیروزی، با دستهای پاکشون که به خون و سرمایه مردم آلوده نیست، در مقابل دستهای ناپاک رژیمی ها، هفته آینده رو به هفته پر از پیکارهای آزادی بخش و شادی آفرین تبدیل کنند. بدرود.